پس از برگزاری گرده همایی بزرگ علمای افغانستان در کابل، دیدگاه‌های مختلفی قسمی که در گزارش هم دیدید مطرح شده است. برخی تحلیلگران گفتند که قطعنامه‌ای که در پایان این نشست شد بیشتر بر تحکیم قدرت این گروه متمرکز بوده است. برای بررسی و تحلیل موثریت این گرده همایی در مشروعیت بخشیدن حاکمیت طالبان یا تأثیرات منفی آن بر مشروعیت حاکمیت طالبان، با آقای سید نظام الدین وحدت، تحلیلگر امور سیاسی مقیم روتردام هالند صحبت میکنیم. سلام آقای وحدت، به برنامه امروز خوش آمدین. ظاهرا گرد همایی عالمای دینی توسط طالبان برای نشان دادن داشتن مشروعیت در داخل افغانستان بود، اما هیچ یک از تقاضاهایی که جامعه جهانی برش تاکید دارد این کنفرانس وجود نداشت. به عنوان مثال زنان، حتی یک زن هم حضور نداشت. چرا طالبان بر گرفتن تایید عالمان دینی تاکید دارد تا رعایت حقوق اساسی و بشری؟ پس من هم بنابرای خود عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های محترمتان. بگذارید یک تفسیری کوچک داشته باشم در ابتدا در مورد ابهامات و توقعاتی که از این مجلس در چند روز گذشته پیوسته در رسانه ها مطرح شد. متاسفانه به دلیل نداشتن آجندای از قبل معین شده، این نشست در یک وضعیتی برگزار شد که توقعات و ابهامات زیادی را در سرزمین با دامن زد و به وجود آورد. یک دی روی جرگی که بتوانه مشروعیت داخلی را برای طالبا و ارمغان بیاره تلقی کردن، یک دی دیگه هم مجلسی از علما یا طرفداران طالبان به منظور تثبیت یا به اصطلاح حمایت مجدد از پالیسی های قبلا اعلان شده طالبان، و همونطور که دیدین بحث بیعت مجدد به رهبری و زعامت فیلی طالبان. متاسفانه انتظارات اکثریت مردم افغانستان از این تجمع برآورده نشد. نه تنها گروه های زنان و دختران و بحث مکاتب، بلکه در پالیسی های کلان ملی و بین المللی هم شما شاهد فیصله آنچنانی که بتوانه راه را باز بکنه بر رسیدن به مشروعیت یا به مقبولیت، این راه را باز نکرد. متاسفانه برعکس، فکر میکنم امیدهایی که در بیرون و داخل به این مجلس دخته شده بود در لحظه آخر این امیدها به یأس تبدیل شد و مجلس عملا هیچ گونه دستاوردی را برای مردم افغانستان جای نبود. خب آقای وحدت، برای مردم افغانستان فرمودین دستاوردی نداشت، چه فکر میکنین؟ آیا این گردمایی تانسته حداقل دستاورد برای خواسته های طالبان داشته باشه؟ مسلمان مجلس با همون منظور اتفاقا دعوت و تشکیل شده بود که طالبان یک بار دیگه در انظار عام بتوانن جست سیاسی بگیرن و اعلام موقف بکنن و بالای پالیسی ها و سیاست های قبلا اعلان شده خود و درست بودن اونها تاکید بکنن، و از جانب دیگه هم نشان بدن که از سراسر افغانستان طرفداران و هواداران و همکارانی دارن که اونها را باید بعد از به قول خودشان پیروزی بیمانند دعوت میکردن و از نزدیک زمینی که از تلاش ها و موازاتشان به تشکری و سپاسگزاری میکردن در پهلوش، بار دیگه اونا را متوجه وظایف بعدی کنید. آقای وحدت، به نظر شما گرد همایی یا لوی جرگه چقدر دفاعیه محکم و قوی برای نشان دادن مشروعیت برای حاکمان در افغانستان است؟ حالان که روش های دموکراتیک مثل کسب مشروعیت برای حاکمان مثل انتخابات یا شورای ملی پارلمان وجود داره. بله، در تاریخ ما آنچه که به حیث یک ملت ما در تاریخ شاهدش بودیم، لوی جرگه ها معمولا حدی اقل مشروعیت را میتونست وجود داره. یعنی در حالاتی که ما نمیتونستیم انتخابات برگزار بکنیم و دچار یک وضعیت خاص و استمراری بودیم، معمولا لوی جرگه ها میتوانست قسما مشروعیت دولت ها را تأمین بکنه، و یا در فیصله های بزرگ وقتی کشور نیاز می داشت می دانست مومد واقع شود. یعنی نمی توانست یک مشروعیت قاطی و با تمام استانداردهایی که در جهان این روز هست او را تأمین بکنه برای دولت ها، ولی باز هم از وضعیت موجود کرده یا از روش های دیگه کرده مقدار می توانست قابل توجیه و قابل قبول باشه. یک پرسش دیگه مطرح می کنم، چرا طالبا
در دعوتشان از عالمای دینی و طرفداران خود تاکید دارند، حالا که فعالین جامعه مدنی یا سایر اقشار دیگه مردم افغانستان هستند، چرا از اونا ابا ورزه اونا رو دعوت نکردن؟ بله، متاسفانه از کودتای مرحوم سردار داوود خان تا امروز شما جابجایی نظام‌های متعدد در افغانستان شاهد بودید و هر یکی از این نظام‌ها متاسفانه با توسل به ابزار خشونت یا کودتا یا دستن به مقاومت و یک مبارزه طولانی نظامی به قدرت رسیدن و معمولا هر کدامشان همونطور که در سال 1371 شاهد بودین بعد از پیروزی بجز افراد مربوط به خودشان و گروه خودشان و فکر و ایدئولوژی مربوطه را دیگران را هیچ وقت نگذاشتن و اهمیتی به اونا قائل نشدن و طالبان هم با وضاحت و صراحت هم قبل از مجلس هم بعد از مجلس مطرح کردن که ما یک حکومت گویا به نزد خودشان همین اکنون هم مشروع هستیم، قدرت را به دست آوردیم، حکومت کشور پیش ما هست و این ما هستیم که برای افغانستان تصمیم میگیریم و اونا هیچ وقت ادعا نکردن که ما یک حرکت به اصطلاح مدنی هستیم یا یک حرکت هستیم که سایر گروه های اجتماعی را میتونیم در قدرت و در سیاست شریک بسازیم. تشکر از شما جناب آقای سید نظام الدین وحدت، تحلیلگر امور سیاسی مقیم روتردام هالند، که در بحث امروز با ما بودین و دیدگاه خود در ارتباط با گردهمایی اخیر طالبان شریک ساختن. سپاس از شما، روزتان بخیر.